سلام دوستان، در اینجا یک مثال دیگه از اسی میخوام انجام بدم. همونطور که عرض کردم اسی در واقع مهمترین قسمت در رایتینگ آزمون آیلتس هست و اهمیت این قسمت دو برابر اهمیت تسک وان یا در واقع همون حالا در آزمون جنرال. همونطور که میدونید دوستان، خب یک در واقع سوال به صورت یک نامه هست یا لتر هست و در آزمون اکادمیک هم که یک گراف یا نمودار هست که مورد سوال هست. دوستان، اسی نمرش دو برابر قسمت اول هست، به همین خاطر مثال های بیشتری رو با هم کار میکنیم. دقیقا بفرمایید، خواهش میکنم. در اینجا یک مثال دیگر رو با هم دیگه انجام میدیم. خب اول به سوال دقت کنید دوستان. گفته شده که سوال در این قسمت دوستان: Some people think that the teenage years are the happiest times of most people's lives. یعنی بعضی مردم فکر میکنن که teenage years، همون سالهای تینیج یا در واقع نوجوانی، دوستان میدونید تینیج به معنی نوجوانی است، سالهای نوجوانی خوشحال ترین زمانهای most people's lives، ها، زندگی بیشتر مردم هستند. حالا others، دیگران. خب ببینید دوستان، پس اینم جزء سوالاتیه که دو تا دیدگاه رو بیان کرده و این سوالات دوستان معمولا برای افراد یک مقدار سردرگم کننده تر هستند و بیشتر افراد به معمولا اینکه حالا چطور دو تا ویو رو مورد بحث قرار بدن در این به مشکل میخورن. پس بنابراین خواهش میکنم که دقت کنید. خواهش میکنم دوستان. Others think that، دیگران فکر میکنن که adult life، adult life یعنی زندگی بزرگ سالی. دوستان adult یعنی بزرگ سال، پس adult life همون یعنی زندگی بزرگ سالی. بعضی دیگه فکر میکنن که زندگی بزرگ سالی خب bring more happiness، شادی بیشتری رو ایجاد میکنه. In spite of greater responsibilities، برخلاف responsibility ها یا همون در واقع مسئولیت های بزرگتر. In spite of دوستان میدونید به معنی برخلاف، علارغم. In spite of کلمه، in spite of یعنی برخلاف یا علارغم. Greater responsibilities یعنی responsibility ها یا همون مسئولیت های بزرگتر. خب پس بعضی میگن نوجوانی زمان خیلی بهتریه برای خوشحالی، زمان شادتریه. بعضی دیگه میگن نه، برخلاف مسئولیت‌های بیشتر بزرگسالی زمان شادتریه. حالا گفته که discuss both these views، هر دو این نظرات رو بحث کنید. And give your own opinion، و نظر خودتون رو بدید. بنابراین دوستان، اولین کاری که ما باید انجام بدیم این هست که بیایم همونطور که عرض کردم نقشه راه برای خودمون بکشیم و بیایم در واقع مشخص کنیم که چه چیزی رو اصلا میخوایم بگیم. نکات رو میتونید، من پیشنهاد میکنم دوستان حتما نکاتی که میخواید بگید به صورت خیلی خلاصه در حد 2-3 کلمه، 4 کلمه، 5 کلمه روی برگه بنویسید. اینجور خیلی بهتره که بدونید میخواید چی بنویسید توی هر بادی پاراگراف. خب دوستان ببینید، اون چه که مهمه پس اینه که ما اول یک اینترودکشن بنویسیم و بعد 2-3-4 بادی پاراگراف بنویسیم و بیایم بگیم که بله مثلا تینیج لایف، ببینید اون چه که ما انجام میدیم اینه. بعد بگیم مثلا زندگی نوجوانی چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، زندگی بزرگسالی چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، و به طور کلی نظر خودمون رو بگیم دوستان که بله مثلا ممکنه شما بگید از نظر من زندگی نوجوانی خیلی شادتره.